سلام، خوش آمدید. بیش از 70 ساعت است که ارتباط داخل و خارج ایران به شکلی بی سابقه قطع شده. با قطع اینترنت، حضور کاربران در اینستاگرام، تلگرام و توییتر ناممکن شده و ارسال فیلم‌های خبری از طرف شهروند خبرنگاران برای رسانه‌های خارج از ایران متوقف شده. خبرنگاران خارجی هم یا در ایران نیستند یا معدودی که هستند، هیچ خبری از اعتراضات مخابره نمی‌کنند. خبرها در رسانه‌های داخلی به شکلی است که هر خبرخان کارکشته می‌فهمد اتفاقاتی در جریان است، گرچه به روشنی چیزی گفته نمی شود. عفو بین الملل در بیانیه ای ابراز نگرانی کرده که دست کم 106 نفر در 21 شهر کشته شدند. بر اساس خبرهای غیر رسمی صدها زخمی و شمار بیشتری بازداشت شدند. شیوه قطع ارتباط پیشتر هم استفاده شده، اما این بار طولانی شدن این روند این نگرانی را به وجود آورده که سرکوب شدیدی در جریان است. آیا سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی راهی دارند که جلوی این وضعیت را بگیرند؟ آیا سازوکاری بین‌المللی وجود دارد که بتوان جلوی سرکوب در کشوری را گرفت؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم. رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد برومند از واشنگتن با ماست. شادی صدر، فعال حقوق بشر از لندن. و اینجا در استودیو رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. خوش آمد میگم به هر سه شما. خانم بحرینی، این عدد 106 رو چطور شما بهش رسیدید؟ چون بعضی از آمار غیر رسمی بالاتر از این هست و آمار رسمی میدونیم که خیلی پایین‌تر از این. عفو بین‌الملل با اتکا به گزارشاتی که از داخل کشور به دست فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران خارج کشور رسیده بود، این آمار حداقلی رو جمع‌آوری کرد. ما در جایگاهی نبودیم که مستقلاً با خانواده‌های کشته شدگان صحبت بکنیم یا گواهی فوت و دفن در این مقطع دریافت بکنیم، اما از طریق گفتگو با روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشری که در روزهای اخیر تلاش‌های خستگی ناپذیری کردن، روش تحقیق اونها رو در موردش مصاحبه کردیم، آمارها رو با یکدیگر مطابقت دادیم، بخشایی که در موردش تا حدی شک وجود داشت رو کنار گذاشتیم و سعی کردیم که یک رقم حداقلی معتبر از تعداد کشته شدگان گزارش شده ارائه بکنیم تا جامعه بین المللی آگاه بشه که چه موج کشتار هولناکی در ایران در جریانه. و به باور ما رقم واقعی بسیار بالاتر از اینهاست، چون گزارشات بسیاری بوده که هنوز مورد تایید این فعالان قرار نگرفته و ما هم اونها رو در دست بررسی داریم. اشاره کردید که جامعه بین المللی بفهمه. خانم صدر، آیا سابقه داشته در مواردی که میدونم شما در سازمان ملل با گروه های مختلف در مورد کشورهای مختلف کار کردید، کشوری در چنین وضعیتی قرار بگیره، یعنی ارتباط با خارج از کشور قطع بشه و این نگرانی برای نهادهای حقوق بشری وجود داشته باشه که سرکوب گسترده‌ای در جریانه، چه میکنن در این موقع؟ ببینید، همونطور که میدونیم ما در جهان کره شمالی رو داریم که ارتباط شهروندانش و قربانیان نقض حقوق بشر در کره شمالی کاملا با کل دنیا قطعه و بسیار بسیار سخته برای نهادهای حقوق بشری که بتونن اطلاعاتی که به دستشون میاد راستی آزمایی کنن. اطلاعات نقض حقوق بشر در کره شمالی گاهی ماه‌ها و حتی سال‌ها طول میکشه تا به خارج از این کشور برسه. از اون طرف خیلی جدیدتر و اخیرتر ما کشمیر رو داریم که یک ایالت در هنده که وقایع هولناک و کشتار عظیمی درش در جریانه و سرکوب شدیدی وجود داره و الان 105 روزه که این ایالت به طور کامل اینترنت قطع شده و ارتباط این شهروندان با کل دنیا مسدوده و فقط اماکن تجاری خاصی هستن که میتونن با شرایط خاصی اینترنت داشته باشن. درست اونجا هم دولت هند داره این کار میکنه برای اینکه اطلاعات راجع به کشمیر مخابره نشه. چیزی که مسئله اصلی هست اینه که در مورد کشمیر به خصوص و الان ما در مورد ایران میبینیم، کشورها و جامعه جهانی و به خصوص دولت‌هایی که با اون دولت خاص در اونجا، دولت هند و در اینجا دولت ایران، ارتباطات تجاری یا سیاسی حسنه یا نسبت هم حسنه دارن، مداخله نمی کنن، حاضر نیستن به لحاظ سیاسی این هزینه رو بدن که با اون کشور وارد گفتگو بشن و ازش بخوان که اولا ارتباط شهروندانش رو با کل جهان از طریق اینترنت برقرار کنه و بعد به خصوص مهمتر این که کشتار و قتل شهروندان و معترضان رو متوقف بکنه. اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته، تنها راهی که میتونه این قتل شهروندان و معترضان که روز به روز نگرانی ها فزاینده میشه از این که تا چه حد گسترده است یا چند صد نفر رو در بر میگیره،
متوقف بشه اینه که کشورهای عضو جامعه جهانی مثل آلمان، مثل ایتالیا، کشورهایی که رابطه تجاری دارن با جمهوری اسلامی فشار بیارن به دولت ایران که این رو متوقف بکنه، اینترنت رو باز بکنه، جریان آزاد اطلاعات رو برقرار کنه و جلوی نقض حقوق شهروندان رو در این مورد بگیره. در این زمان طبیعتا ما میبینیم که موج گسترده محکومیت پس توی نهادهای مثل سازمان ملل، همین امروز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیه بسیار به نظر من شدید و نحنی صادر کرده در مورد وضعیت ایران، ولی اگر میخواهیم که مؤثر باشه باید الان به خصوص شهروندان ایران در خارج از ایران به اقدامات سیاسی فکر کنن، چون نهادهای سازمان ملل قابلیت اجرا و ضمانت اجرایی ندارن برای اینکه این محکومیت هاشون رو لازم الاجرا کنن برای دولت ایران. بنابراین ما باید فشار رو بیاریم رو اتحادیه اروپا به خصوص و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا که ممکنه بتونن مقامات ایرانی رو وادار بکنن که این کشتار شهروندان و همینطور قطع اینترنت رو متوقف کنن. خانم برومند، چیزی که دیدیم تا به حال همونطور که خانم صدر اشاره کردن واکنش نه چندان گسترده از طرف بعضی از کشورها بوده، بعضی از نهادها، دولت آمریکا واکنششون داده، آقای پومپو، فکر میکنید که این واکنش‌های خارجی کمکی میکنه به وضعیت اون کسانی که در ایران در خیابان هستند یا نه؟ با توجه به اینکه ما سابقه این رو داریم که دولت ایران همواره سعی میکنه که هر اعتراضی رو در داخل ایران مربوط بکنه به دست‌های در خارج از این کشور و بگه که اونها هستند که دخیلن. ببینید، روایت این منزوی کردن مردم با بستن امکان اطلاع رسانی نشان این هست که یک اتفاقی داره میفته که باید شناخته نشه. وقتی که رهبران نظام با این سرعت یک دستور تیراندازی میدن، یعنی قبل از اینکه این به هر حال روز دوم اعتراضات که به نظر به خصوص هم خشونت توش نبود خیلی علامت مهمیه و این که هم رهبر هم وزیر کشور هم رئیس قوه قضاییه از این معترضان به عنوان اشرار اسم میبرن و تنبیه خیلی شدیدی رو در نظر دارن، این هست که این قضیه از وسعتش از اون چیزی که انتظار میرفته بیشتره و سرعتش خیلی بیشتره و این بار اول نیست که این اتفاق میفته و ما باید که این دلیلش هم این هست که منزوی کردن و جلوگیری از تحقیق و گزارش دادن این هست که یک روایتی درست بشه و منحصرا روایت نهادهای حکومتی باشه و ما اینجا وظیفه داریم که روایت دیگه ای رو اینجا منتشر کنیم که با حقیقت نزدیکتره و بعد این روایت رو به نهادهای بین المللی و دولتهای بین المللی برسونیم، به خاطر اینکه بهای این خشونتی که خشونت دولتی رو برای رهبران ایران زیاد بکنیم، این مستندسازی بشه برای برخورد در آینده. اما من یه مقدار الان میخوام راجع به وضعیت فعلی هم صحبت بکنیم. بله بفرمایید. برای آینده فقط نیست، شما ببینید وقتی که یکی شما الان خانم بحرینی گفتن 106 نفر، خیلی خب اگر که ما از این 106 نفر که تعدادشون بیشتر هم هست حتی 5 مورد مشخص رو مستند بکنیم و وقایع در اطرافش رو مستند بکنیم، یعنی که شما اگر که یک جایی کسی کشته شده، یک ویدیو از اون شهر اومده که یک مامور انتظامی از دور داره نشونه میره و تیراندازی میکنه به یک عده‌ای که به هیچ وجه حمله نکردن به مأمور و جان کسی رو به خطر ننداختن، این کاملا در قوانین بین المللی قدغنه. وقتی که شما میخوام همین رو روش تاکید بکنم خانم برومند، برای اینکه کسانی هستند که دفاع میکنن از واکنش جمهوری اسلامی،
از این منظر که میگن حکومتی است که عده‌ای نظمش رو در شهرها به خطر انداختن و اونها هستن که میگن و هر حکومتی در کشورهای اروپایی هم ممکن هست که برخورد خشن بکنه با معترضان در این جور مواقع. من میخوام از شما بپرسم در قوانین بین المللی حدود و سغور برخورد خشن، برخورد خارج از برخورد عادی با معترضان کجاست؟ تا کجا ماموران امنیتی میتونن پیش برن در این زمینه؟ ببینید، اسناد سازمان ملل کاملا یک همچین موقعیتهایی رو در نظر گرفتن، یعنی که مثلا اصول اساسی در توسل به زور و استفاده از اسلحه گرم توسط ماموران حفظ نظم و اجرای قانون، این کاملا روشنه که شما به هیچ وجه نمیتونید اگر جان کسی در خطر نیست از اسلحه گرم استفاده بکنید. یعنی که اگر که ساختمون سوخته و اموال، و اگه شما نگاه کنید، گوش بدید به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه، رهبر و وزیر کشور، فقط اشاره می‌کنن به از بین بردن اموال عمومی و گاهی وقتا هم به اموال مردم. یعنی که و این به هیچ وجه هیچ نوع وضعیت اضطراری نیست که اجازه بده در قوانین بین‌المللی و در اسناد سازمان ملل که ایران متعهد شده که احترام بذاره، که فقط برای تخریب کسی رو بکشن. حتی قانون ایران، قانون تعزیرات، که برای تخریب اموال و اگر 3 نفر بیشتر باشن و غارت و تخریب 2 تا 5 سال محکومیت زندان داره، تیراندازی و اعدام توش نیست. اینه که وقتی که شما باید گفت که خود اینکه این تخریب رو چه کسی انجام داده الان جای سوال هست، برای اینکه خیلی ها هستن از داخل ایران ویدیو میفرستن و میگن این کار کسانی هست که حالا ما دقیقاً نمیدونیم کی هستن، ولی اون مردمی که در واقع معترض هستن میگن که اینها از ما نبودن. خانم بحرینی، به هر حال این اولین بار نیست، دست کم ظرف 10 سال 12 سال گذشته بارها ما شاهد چنین شرایطی در ایران بودیم. این دفعه با دفعه قبل به نظر شما فرق عمده ای داره؟ چه فرقی داره اگر که فرق هست؟ به نظر میاد تنها فرقی که هست اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گستاخ‌تر شدن که معترضان رو مورد حملات وحشیانه و مرگبار قرار بدن. پدیده برخوردهای خشونت‌آمیز و مرگبار با معترضانی که در اغلب موارد به طور مسالمت‌آمیز میخوان صداشون رو به گوش مقامات و جهان برسونن، پدیده با سابقه است و متاسفانه مسئولیت ساختاری و گسترده در جمهوری اسلامی ایران دست نیروهای انتظامی و امنیتی رو باز گذاشته که همواره دست به این موارد غیرقانونی و مجرمانه کشتار بزنن. خانم بحرینی، آیا به هر حال کسانی هستن که همواره میگن که من مأمور بودم، معذور بودم، در مثلا من سرباز بودم، باید گوش میکردم به حرف فرماندم. در قوانین بین الملل آیا بین آمر و عامل فاصله ای هست وقتی که به پای صحبت برخورد در واقع با عاملان جنایت علیه بشریت میاد؟ من اینو مطرح میکنم، جنایت علیه بشریت، چون نامه ای امروز ارسال شده از طرف عده‌ای از وکلا به یکی از دادستانهای لاهه که گفتن که این رو در زمینه جنایت علیه بشریت ببینید. حالا در مورد اون نامه هم صحبت میکنیم، اما فکر میکنید آیا کسی میتونه بگه من چون عامل بودم و آمر نبودم مسئولیت باید داشته باشم؟ از منظر قوانین کیفری بین المللی ادعای این که من مأمور بودم و معذور یک دفاع مشروع به حساب نمیاد و این برمیگرده به محاکمه های دوران پس از هولوکاست که بسیاری با همین ادعا تلاش کردن که نقش خودشون در جنایت رو توجیه بکنن. اما نکته مهم اینه که آمران و کسانی که دستور صدور همچین جرایمی رو میدن مسئولیت دارن و در خیلی مواقع مسئولیت سنگین تری هم دارن و این شامل رئیس جمهور، وزیر کشور و فرمانده های نیروهای انتظامی و شخص رهبر میشه. و این تصور که مقام های ایرانی فکر میکنن میتونن تا ابد مسئول بمونن تصور غلطیه و تحولات در خیلی از کشورها نشون داده که حرکت برای دادخواهی
روزی نتیجه میده و عاملان و آمران همین اکنون هم با تلاش سازمان‌های حقوق بشری شناسایی میشن و به هر حال این جنبش دادخواهی ادامه داره، ولی متاسفانه هزینه‌های دردناک و غم انگیزی رو برای همه داره و جای تسلیت هست به همه خانواده‌ای که عزیزانشون از دست دادن. خانم صدر، در مورد این نامه صحبت کردم، به نظر میاد که به هر حال تلاش‌هایی در جریان هست، ولی مسئله این هستش که آیا این تلاش‌ها ثمر بخش میتونه باشه یا نه. بحث همون راهکارها هست. اینکه نامه‌ای نوشته بشه به دادگاه لاهه یا اینکه از در واقع نماینده سازمان ملل در مسئله حقوق بشر ایران تقاضایی بشه، چه راهکارهایی ممکن هست جواب بده، چه راهکارهایی به جوابی نمیرسه، شما که تجربه دارید؟ من متاسفانه یک نکته که باید بهش دقت کنیم اینه که جمهوری اسلامی کاملا آمدانه در 41 سال حکومتش از امضای تمامی مکانیزم های بین المللی کیفری که میتونسته اون رو پاسخ خود بکنه در دادگاه های بین المللی خودداری کرده، از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رو تصویب نکرده. بنابراین متاسفانه دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه هیچ صلاحیت خود به خودی برای رسیدگی به جنایت‌هایی که در داخل ایران اتفاق می‌افته نداره، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل پرونده نقض حقوق بشر ایران را ارجاع بده به دیوان. و همونطور که متاسفانه می‌بینیم در مورد سوریه دیدیم به راحتی، به دلیل اینکه چین و روسیه که دو تن از متحدان ایران و سوریه هستند همواره وتو کردن ارسال این پرونده‌های نقض حقوق بشر، با اینکه ما یک فاجعه بزرگ انسانی رو در سوریه دیدیم که جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی بسیاری توش اتفاق افتاد، هیچ وقت این پرونده در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی نشد. در مورد ایران و در شرایط فعلی من فکر می‌کنم که بسیار مهم هست که ما از مکانیزم‌هایی که می‌تونن مؤثرتر باشن استفاده کنیم. به عنوان مثال ما مکانیزم مؤثر تحریم های حقوق بشری رو داریم که هم در مورد اشخاص و هم در مورد نهادها قابل اجراه، هم اتحادیه اروپا این مکانیزم رو داره، هم آمریکا و هم برخی کشورهای دیگه بر اساس قوانین داخلیشون. و همونطور که ما در ناممون به اتحادیه اروپا دیروز تصریح کردیم، اون چیزی که ما شناسایی کردیم حداقل در دو سه روز اول از مدارک و ویدیوهایی که به دستمون رسیده بود این بود که نیروی انتظامی به طور مشخص در قتل شهروندان ایرانی و معترضان دست داشت و به همین دلیل خواستار تحریم نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد شدیم که هر کسی با نیروی انتظامی همکاری میکنه و عضوش هست و عناصری که با نیروی انتظامی و ماموران امنیتی همکاری کردن در این تحریم ها قرار بگیرن و هر نوع رفت آمد اونها به کشورهای اروپایی کاملا ممنوع بشه و هر گونه ارتباطات تجاری ممنوع بشه. الان ما با مسئله قتل اینترنت مواجهیم. جامعه ایرانی خواستار اینه که آذری جهرمی وزیر اطلاعات، خود وزارتخونه و همینطور شرکت‌های زیرساخت اینترنتی شناسایی بشن که باعث شدن که این از نظر فنی و تکنولوژیکی امکان پیدا کنه جمهوری اسلامی که ارتباط اینترنتی رو قطع کنه و این کشورها همشون ارتباطاتی دارن با شرکت‌های اروپایی، با شرکت‌های خارجی و مکانیزم‌هایی هست در جهان و در کشورهای مختلف که بشه این شرکت‌هایی رو که با اینها در ارتباط هستن شناسایی کرد، تحت تحریم قرار داد و این سیستم رو به شکلی که دیگه نتونه نقض حقوق شهروندان رو به این شکل ادامه بده یا حداقل نقض حقوق شهروندان براش هزینه دار بره پاسخ بود کرد. من فکر میکنم که تمرکز اصلی ما الان که ما در فوریتی قرار داریم که امکان قتل گسترده شهروندان معترض در جای جای ایران وجود داره، باید به مکانیزم های فوری تر و عاجل تری بیاندیشیم که تاثیر فوری تر و مستقیم تری داشته باشن بر توقف این روند نقض گسترده حقوق بشر. خانم برومند، بحث دیگه بحث بازداشتی ها هست. گسترده است، تعداد قابل توجهی بازداشت شدن، خیلی آمار دقیقی نداریم، نمیدونیم به چه شکل هست. آیا راهکاری، من میدونم که شما سالها در بنیاد برومند در جمع‌آوری و مستندسازی فعالیت‌های زیادی کردید، در حال حاضر خانواده‌هایی که دچار این مشکل هستند چه راهکاری دارن؟ میدونیم قطع اینترنت هست، ارتباط خیلی کم هست، چه کار میتونن بکنن؟ ببینید، قبل از اینکه من جواب سوال شما رو بدم یک لحظه برگردم به یک چیزی که شما گفتین در مورد این کارا آیا تاثیر داره یا نداره، کارهای مستندسازی و کارهایی که با در ارتباط با دولت‌های خارجی و سازمان ملل انجام میشه. شما فقط نگاه کنید دهه 60 رو.
تفاوت الان با دهه 60 رو. اون موقع ممکن بود 60 نفر رو همون شب اعدام بکنن از معترضین. تیراندازی به معترضین تعداد کشته بیشتری داشت. طبیعتاً وضعیت تغییر کرده و این فقط به خاطر اطلاع رسانی هست. شما به محض اینکه مردم منزوی هستن تعداد کشته بیشتره، ولی نهایتاً وضعیت بهتر شده از قبل. و مسئله دیگه که الان مطرح کردید، برای افرادی که عزیزانشون کشته شدن یا این که زخمی شدن، به هر حال میتونن شکایت کنن. یعنی ماموران حفظ نظم نباید تیراندازی بکنن به کسی که مسلح نیست و جان کسی رو به خطر ننداخته، و میتونن شکایت کنن. این شکایت به احتمال قوی به جایی نخواهد رسید، ولی اینی که ثبت بشه در داخل کشور و اگر امکانش باشه در خارج از کشور که چی شده، در کدوم شهر، در کدوم خیابون چه اتفاقی دقیقا افتاده، این باعث میشه که بعدا هم بتونن دادخواهی بکنن. ولی برای افرادی هم که عزیزانشون رو گرفتن همینطوره، یعنی باید گزارش ناپدید شدنشون رو بدن اگر دسترسی بهشون ندارن، و فقط سیستم قضایی ایران رو به یه صورتی مورد حمله شکایت قرار بدن، حتی اگر که به جایی نرسه و در صورتی که امنیتش رو خودشون به خطر نیفته. در مورد بازداشتی ها باز من سوالمو خانم بهرینی تکرار میکنم. تعداد زیادی از خانواده ها هستند، خیلی ها میگن که وضعیت فرد بازداشتی چنانچه اطلاع رسانی در مورد اون نشه، خود از کسانی که فعال حقوق بشر هستم، از خود شما همین رو شنیدم قبلا، خیلی ممکن هست که نگران کننده بشه در طولانی مدت اگر که خبر رسانی در موردش صورت نگیره. در چنین وضعیتی خانواده ها چه میتونن بکنن؟ در تایید صحبت‌های خانم برومند، اطلاع رسانی در مورد وضعیت بازداشت شدگان در این روزهای اول پس از بازداشت ضرورت حیاتی داره، با توجه به رویه شکنجه و باقی رفتارهای بیرحمانه با بازداشتی‌ها، به خصوص در دوران تحقیقات. خیلی مهمه که در همین روزهای اول خانواده‌ها تلاش بکنن که اطلاع رسانی بکنن. متأسفانه محدودیت اینترنت الان دسترسی به اطلاعات در مورد بازداشت شدگان رو سخت‌تر می‌کنه، ولی ما از همه خانواده‌ها در واقع دعوت می‌کنیم که با هر فعال حقوق بشری که در شهرشون در ارتباطن، با هر روزنامه‌نگاری که در ارتباطن، این اطلاعات رو بدن و یک جوری این اطلاعات به خارج از کشور برسه تا بشه در مورد وضعیت بازداشت شدگان هم یک تصویری داد. در حال حاضر ما فقط آماری رو داریم که بالای 1000 نفر دستگیر شدن، ولی هیچ تصویر دقیق‌تری در مورد بازداشت شدگان نداریم. اگه خیلی کوتاه به من بگید خانم بهرینی، با توجه به تجربه 96، رسیدگی به اینجور پرونده ها چگونه بود در سال 96 و چه نتایجی داشت؟ من فکر میکنم در مورد اعتراضات 96 هم ما موفق نبودیم که بتونیم یک تصویری از آنچه بر سر بازداشت شدگان گذشت واقعا ارائه بکنیم و به موقع ارائه بکنیم، و جامعه جهانی آنطور که باید ایران رو در خصوص اعتراضات دیماه مسئول نگه نداشت، و جلسه شورای حقوق بشری که هفته پیش در ژنو صورت گرفت این رو به روشنی نشون داد. این به عهده تک تک ماست که تلاش بکنیم که این بار این موج شدیدتر سرکوب با سکوت جامعه جهانی روبرو نشه و فوراً از سوی سازمان ملل کارهایی برای رسیدگی به این وضعیت صورت بگیره، و همینطور سفارتخونه های کشورهای اروپایی و سایر کشورها در تهران که میتونن سفرهای ایران رو فرا بخونن و اینجا نمایندگان ایران فراخونده بشن. اینها کارهایی که باید خیلی فوری صورت بگیره برای جلوگیری از قتل انسانهای بیشتر در ایران. ممنونم از شما خانم بهرینی، خانم برومند و خانم صدر، و متشکرم از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. یادآوری کنم که برنامه صفحه 2 از فردا هر روز پخش میشه، فعلا تا شرایط به این شکل هست، و در ساعت 5 عصر به وقت لندن پخش میشه، حدود 8:30 شب به وقت تهران. یادآوری میکنم فردا ساعت 8:30 شب به وقت تهران، ولی پنجشنبه صفحه 2 آخر هفته در همون زمان خودش پخش میشه، ساعت 10 شب. ممنون که با ما همراه هستید.